خانم اثر پهلوان عزیز هستید. ایشان مدیر مجله فردوسی و فعال سیاسی هستند. ببینید خواهش. با درود به همگی، صحبت امروز من در مورد نقش در واقع روزنامه‌نگار در جنبش مردمی 1401. مروری کوتاه در آنچه کاشته شد، آنچه به باد آمد و آنچه آرزو داریم. روزنامه نگاران مسئولانی هستند که به طور گسترده در تمامی رسانه چاپی، دیداری، شنوایی، دیجیتالی نقش دارند. از خبرنگار تا گوینده، گزارشگر و غیره. هدف یک روزنامه نگار اطلاع رسانی و افزایش آگاهی جامعه با تولید و توزیع گزارش درباره آنچه در جامعه اتفاق می افتد می باشد. وظیفه هر روزنامه نگار حقیقت یابی و حقیقت گوز. و اما آغاز سخن، انجام وظیفه به قیمت خون. اولین اعدام یک روزنامه نگار در سال 1360، علی اصغر امیرانی 66 ساله، یک روزنامه نگار مسئول از نشریه خواندنی‌ها. گناه او حقیقت یابی و حقیقت گویی. نقش او و همکاران مسئول دیگرش ایجاد شکاف در پرده پوشی دولت از واقعیت. شکافی شاید کوچک که از آن نور آگاهی آرام آرام و در چندین سال بر جامعه بازتاب شد. موری که دولت با قتل‌های زنجیره‌ای از روزنامه نگاران و وطن دوستان امید به کور کردنش داشت. در سال 1378 روزنامه سلام توقیف شد. جنبش دانشجویی آغاز و برای اولین بار فریاد دانشجویان در خیابان‌ها تنین انداخت. یکی از خواسته های آنها آزادی مطبوعات بود. خواسته آنها حقیقت یابی و حقیقت بود. دانشجویان سرکوب شدند، کشته شدند و به ظاهر خاموش، اما آتش حقیقت در زیر خاکستر پرحرارتر از گذشته زنده ماند. در سال 1388 با شعار رأی من کو، مردم به میدان آمدند و جنبش سبز تبدیل به طوفانی شد که جانی دوباره به آتش زیر خاکستر داد. روزنامه نگاران قتل ندا آقا سلطان را به پربیننده ترین مرگ یک انسان در تاریخ بشریت تبدیل کردند و کشتن بیش از 72 تن و زخمی شدن بیش از 1000 نفر گزارش شد. واقعیت از مرزهای ایران گذشت و نور حقیقت بازتابی بیشتر یافت. نوری که از چارچوب کاخ سفید گذشت و رئیس جمهور آمریکا را مجبور به اقرار کرد. در سال 1388 فضای مجازی محدود، دسترسی به پخش فیلم و خبرها دشوارتر. اما روزنامه نگاران مسئول حقیقت یا بودند و حقیقت بود و دوباره آتش به زیر خاکستر. 10 سالی گذشت و در هر روز از این دهه گرانی و مشکلات بیشتر شد. تورم بیشتر، فقر بیشتر، ظلم بیشتر، شکنجه و فشار و اعدام بیشتر. در سال 1398
کارگران و قشر فقیر که خونشان به جوش آمده بود به خیابان آمدند با شعار جمهوری اسلامی نمیخواین نمیخواین اعتراض کردند. دولت اینترنت را قطع کرد ولی صدای مردم و صدای روزنامه نگاران مسئول خاموش نشد. حقیقت اوریان بود و حقیقت گویان در کار. این بار فضای مجازی کارزار گزارشگران شد. من هم پسر کسی هستم، هموطنان به خیابان ها بیایید. صدای پویا بختیاری پسر 27 ساله در 4 گوشه ایران و جهان به گوش هر ایرانی رسید. در آبان خونی 1500 نفر کشته و 8600 تن دستگیر شدند. روزنامه نگاران شعار چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم را از زبان تظاهرات کنندگان به گوش توده ایرانیان رساندند. تا حقیقتی را که گروهی بسیار از هموطنان فکر می کردند ولی به زبان نمی آوردند عریان شد. آتش دوباره به زیر خاکستر، ولی این بار شعله آن در جان مادران دادها و جوانان دربند بیشتر از همیشه جانگداز شد. و آنچه بار آمد 1401 شهریور ماه، نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه نگار جوان حقیقت کشته شدن دختر جوان 21 ساله ای را در بیمارستان کسرا منتشر می‌کنند. آنها با خانواده مهسا امینی مصاحبه می‌کنند و از برخورد وحشیانه مأموران با این مسافر جوان خبر می‌دهند. این دو روزنامه نگار مسئول حقیقت را کشف و گزارش می‌دهند. جزای حقیقت گویی آنان 12 سال حکم زندان. عکس العمل این دو جوان روزنامه نگار استحکام و ادامه فریاد از بی‌عدالتی. آتش زیر خاکستر زبانه می کشد. از کردستان تا بلوچستان، از آذربایجان تا خراسان، از تهران تا خرمشهر. آمار غیر رسمی حکایت از بیش از 600 نفر کشته، 30,000 نفر بازداشت، 8,000 نفر زخمی. این دو روزنامه نگار جوان ما توسط روزنامه تایمز در رده 100 شخصیت اثرگذار جامعه شناخته می شود. و 73 روزنامه نگار مسئول دیگر محرمانه بازداشت. در 40 سال اخیر روزنامه نگاران مسئول این آتش زیر خاکستر را همواره روشن نگاه داشتند. رسانه ها سرکوب شدند، روزنامه نگاران بازداشت شدند و از کار روزنامه نگاری محروم. آنها به حکم تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور در زندان افتاد. ولی مشعل حقیقت را با افتخار روشن نگه داشت. حقیقت یابی کردند و حقیقت. مسئولیت روزنامه نگار بازپخش صدای ملت است. مسئولیت روزنامه نگار دفاع از حقیقت است. مسئولیت روزنامه نگار برداشت نقاب از اهریمن است. مسئولیتی بزرگ که بدون پشتوانی مردم قابل انجام نیست. و در آخر، امروز من به عنوان یک روزنامه نگار به شما گزارش می دهم. واقعیت در این است. کارگر گرسنه است. فقر بیداد می کند. جوانان بیکارند. اعتیاد سرسام آور است. فحشا از احتیاج است. پرستار بی سرپرست است. بازنشسته محروم است. برق و آب و نان نادر است. محیط زیست به زانو در آمده است. واقعیت در این است.
مجاهد شب را بر سر دار بردند و میبرند، مشروط خواه و جمهوری خواه را اعدام کرده و میکنند. واقعیت در این است که ما همه فرد فرد ما فرزندان یک وطنی. واقعیت در این است که رژیم خونخوار از ما نیست. واقعیت در این است که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. و آرزوی من این است که بیایید روزنامه نگاران مسئول را پشتیبان باشیم. بیایید که با هم حقیقت جو باشیم و حقیقت گو. بیایید تا قبل از فشار دکمه در فضای مجازی به اتحاد بیندیشیم. بیایید که خاکستری نباشیم تا که این آتش شعله در شود. تشکر کنم از دعوت شما عزیزان. من فقط دو که دوست داشتم اینجا یه اشاره بهش بکنم و خیلی سریع ازش میگذرم، سعی میکنم وقتم رو ازش زیاد استفاده نکنم. باید همونطور که در صحبت هم خیلی اعتقاد دارم، واقعا هم اعتقاد دارم که امروز فقط اعتقاد و منبستگیست که ما میتونه به هم برسونه، ولی در مورد شعار زن زندگی آزادی من یک نکته رو اشاره میکنم که خیلی در این صحبت ما این روز من نقش فقط زن رو دیدم. البته زن زندگی آزادی، کلمه زن نماد مردم ایرانه و نمیتونیم فقط این رو متعلق به زن ایرانی بدیم. اگر زن و مرد در کنار هم قرار نمی گرفتن این خیزش به وجود نمی اومد. مهسا نمادی شده در این جنبش مردمی، همونطور که برمای میگیم خیزش مردم 1401. و من دوست داشتم که بیشتر درست روز زن داریم، روز 8 مارچ در سراسر دنیا، در ایران 21 آذر داریم، در هر مرامی که شما دارید روز زن بالاخره داریم و میتونیم در مورد زن بسیار صحبت کنیم. ولی در مورد این خیزشی که اتفاق افتاده، مهسا باعث و بانی و حرکت این خیزش شد. البته باید براتون بگم که در همین خیزش وقتی که حدیث نجفی رو میکشن، بر سر مزار حدیث نجفی خیلی ها رو دستگیر میکنن و بازداشت میکنن و با اسبانی اعدام محمد مهدی کرمی میگوین که در همین سر مزارش یکی از بسیجی ها رو کشتن یا هر چیز دیگه. در صورت کوتاه میکنم، من دوست دارم که بیشتر اگر بر مساوات زن و مرد اعتقاد داریم، از اینکه فقط این خیزش رو متعلق به زن ایرانی بدونیم گذر کنیم و بیشتر اعتقاد داشته باشیم که مردم ایران هستن که این خیزش رو به وجود آوردن، عکسی رو نشون دادن. من اتفاقا در تظاهراتی که از همگی شما دعوت کنم فردا در لس آنجلس ما داریم، ساعت 1 بعد از ظهر شهردار سنت آمریکا یک پوستری رو از مهسا و از خیزش زن زندگی آزادی داره درست کرده که اونجا تقدیم میکنه به ایرانیان و همینطور یک خیابون رو به عنوان زن زندگی آزادی نام میذارن فردا از ساعت 1 تا 4 و 4 تا 6 هم یک تظاهرات داریم، چون اجازه شعار دادن یا مسائل دیگری چون نداشتیم همونجا گذاشتیم ولی بعدش. و دعوت میکنم که حتما بیاید. اینه که من پوستر درست کردم، پوسترهای متعدد درست کردم که زن و مرد درش با هم هستن. ما نباید جدا کنیم زن رو. اگر ما لازم و ملزوم هم دیگه هستیم، اگر زن در کنار مرد باشه، مرد در کنار زن نباشه، هیچی. من فقط میخواستم که نکته رو اشاره کنم. و بعد نکته دیگر که بعضی ما در مورد گذشتن بگیم، نمیگم وارد گذشته بشید، نه، با انصاف تر شاید بگم این مقدار، این رو ببخشید میکنم فقط صحبت گیرم، اگه سوالی هست جواب ما داد. دوستان امروز افتخار حضور اصلجون رو داریم و در قسمت سوال جواب به این صورته که اگر صحبتی دارید، بحثی هست، نظری هست،
در جریان بذاریم. بفرمایید قاجار، میخوام بلندگو براتون بیان پشت برنامه صحبت کنید چون دارن ضبط میکنن و مستقیم هستش. با تشکر از عزیزانی که در اون برای دوربینا هستن. اول از سپاس از شما که از لوسان به سرشی خوردیم و برای خدمت شما در مجله فردوسی، همچنان که گفتین خیلی از روزنامه نگران واقعا جانش رو در خطر گذاشتن و خدمت بزرگی برای مردم ایران کردن و جهان. یه سوال داشتم، خب اون اشخاصی که بقیدن مزدوران رژیم هستن و توی رسانه‌های رژیم کار میکنن اون جدا، ولی نقش رسانه‌های غربی رو توی این جنبش زن زندگی آزادی شما چطوری میبینید؟ چون مثلا من یادم هست وقتی که ما خودمون رفتیم به لس آنجلس و پلیس لس آنجلس گفتون که 80,000 نفر اونجا آمدن، من همون روز اخبار لس آنجلس رو نگاه کردم و نشود صدها نفر اینجا جمع شدن و اصلا باور نمیداشت که زنگ زدن به اون کانال تلویزیون داد مسیج گذاشتن گفتم شما چجوری میتونید حرف بزنید؟ یا مثلا وقتی که ایرانیان توی آلمان جمع شدن 100,000 نفر بودن، اینا فقط گفتن که اصلا توی کاور مثلا تیتر اول یا دوم یا حتی سوم مثلا دویچه ولی هم نبود، حتی آلمان حالا دیگه CNN که اصلا کاور نمی‌کرد. خلاصه این واقعا آدمو شکسته می‌کنه. حتی مثلا NPR که اینقدر طرفدار آزادی مثلا لیبرال هست، یک دو سه ماه بعد از این پشت داره و همون زمان داشتن جوان رو توفیه ها میکشن رفت با این وزیر امور خارجه اینا صحبت کرد، رژیم صحبت کرد و اصلا من باور نمیشه یه رفته روی جنرات کار نمانده چین رژیم داره همون موقع صحبت میکنه از اینکه هیچ نشه زده نقش این خبرنگار غربی شما چطور بود؟ در مورد اول تظاهرات براتون بگم، چون که یکی از کسانی بودم که برنامه گذاری تظاهرات جزوان نفره بودم در لس آنجلس و بسیار فعالیت کردیم و واقعا اون تعداد پلیس درست گفتم. و من وقتی که به خود رئیس مسئول خبر اونجا ایمیل زدم خواستم که به رفاقه من تماس بگیره، تماس با من گرفتن، از ما معذرت خواهی کردن و گفتن که خبرنگار ما فقط اون اولش اونجا بوده و بعد من گفتم که این جامعه ما رو خیلی ناراحت کرده برای که شما مردم رو نادیده گرفتید. تناکاری که تونستن بکنن از ما معذرت خواهی کردن و گفتن هر موقع از ما کمکی میخوام من انجام بدم، البته بازم انجام ندادم ولی بازم فقط معذرت خواهی از ما کرد. در مورد رسانه‌های ببینید، در مورد خیزشی که 1401 رسانه‌های خارج از کشور خیلی با مردم همراه بودن. ببینید برای که این خیزش 1401 متعلق به هیچ گروه و شخصی نبود، متعلق به مردم ایران بود و جوانانی که در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی داشتن زندگی می‌کردن، به خیابان آمدن. در مورد مسئله فقط حجاب نبود، با هم قاطی شد و وقتی که در آن فرانسه من بیشتر فرانسه رو میدیدم و برای اینکه فرانسه در اونجا بزرگم شدم، فرانسوی‌ها خیلی با ما همکاری کردن، در آمریکا هم به ما خیلی امکان دادن. ما یک تظاهراتی رو انجام دادیم که شما وقتی که می‌خواستی امضا بگیری باید می‌رفتی اینقدر ورقه امضا می‌کردی، بک اند فورد امضا می‌کردی و این کار انجام بدید. اومدنشون ساپورت کردن ولی یک چیز رو نادیده نگیر. جمهوری اسلامی خیلی پول داره، خیلی پول داره. من حتی یکی از رسانه‌های که نمیخوام اسمشان ببرم حتی به من بگه بیا رو خط بگید ولی آگهی نده وقت من باید مال جمهوری اسلامی هم پخش کنم، جمهوری اسلامی خیلی پول خرج کرد، خیلی. شما من برای همین وقتی که روزنامه نگار رو اسم ببرم یه مسئولم بغلش میذارم، چون روزنامه نگار خالی اون روزنامه نگار نیست که من در متنم داشتم ازش صحبت کردم، چون ما خائن در جامعه کم نداریم و متاسفانه ضعف مادی در همه جا هست، در لس آنجلس هم هست و پولهایی که خرج کردن بخوان تفرقه و اون همبستگی که به وجود اومده بود متاسفانه اون قشر خاکستری که خیلی خیلی کوچیک بود اوایلش به قشر خاکستری بسیار بزرگی در جامعه لس آنجلس رو میگم تبدیل شده. یعنی
قشر خاکستری به جایی که از بین بره بیشتر شده. و کی عاملش بوده؟ عاملش جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی اوایلش میمد ترور میکرد آدم رو در خارج از کشور. دکتر شاپور بختیار، میشه سروش کتیبه، فریدون فرامسال و دیگر کسانی که در خارج کشته شد. دیدین فایده نداره. اومد ترور شخصیت کرد در رسانه ها. با ترور شخصیت هم باز فایده نداشت. اومد آدم ها رو خرید با قیمت های بالا. این هم فایده نداشت. کاری که در این خیزش کرد و میتونست که این خیزش با این اتحاد با این همبستگی به نابودی جمهوری اسلامی میره، شکی درش نمونید. اگر این همبستگی که در آغاز چه در ایران و چه در خارج از کشور به وجود آمده بود، مهم نبود شما طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستی، مهم نبود کمونیستی، مهم نبود مجاهدی، ما همه با هم توی تظاهرات بودیم، 3000 نفر آدم بود، همه با هم بودیم. اومد چیکار کرد؟ اولین کاری که کرد این همبستگی رو بنا بزد. اولین کاری که کرد نه با یه قرون 2000 هزاران هزار دلار خرج کرد. FBI اومد به ما گزارش داد که در اورنج کانتی این آدما وجود دارن که در زمان اوباما متاسفانه به همین ویزا دادن اومدن. آقای با یک چمدون 1,000,000 دلار این برانبر میره. این پول هست دیگه. و متاسفانه یه چیزی که من میخوام بگم، دشمن رو کوچیک در نظر نگیر. دشمن ما بزرگ. در اینی که بزرگه پولم داره. در اینی که پولم داره ما یه ضعف مادی هم داریم. جامعه کارش خیلی کار سختی زندگی کردنش. و اینا باعث میشه که حتی رسانه های خارجی رو هم تحت شعاع قرار بگیره. امروز من دارم میگم ساعت 1 تا 4، من اینا اینجا میگم چون مولای شانه که توی بلکشون داره پخش بیده نمیگم، بسید این نقطه میذارم سر شد، ولی مطمئنن دوشنبه در برنامه خودم در تلویزیون پارس خواهم گفت که ما چه مسائلی رو گذروندیم و متاسف بودم، ولی باید ایستاد، باید صدای مردم، باید شعاری که اونا دادن و ما باید ازش درس بگیریم، نترسید، ما همه با هم هست و جمهوری اسلامی باید بترسه از این که ما با هم باشیم. خیلی ممنون از جمع، خیلی صحبت جالبی کردید. سوال من اینه که رسانه های مسئولی که شما میگین خب خیلی زحمت میکشن و همبستگی باید بین مردم و رسانه ها باشه. ما دیدیم که تلویزیون من و تو که خیلی طرفدارش توی ایران به چه صورتی بسته شد، به خاطر اینکه نمیخواست تبلیغات جمهوری اسلامی رو قبول بکنه یا اون فیزی که شما صحبتش رو دیگره. چجوری ما به عنوان ملت میتونیم رسانه ها تشویق بکنیم، سپورت بکنیم، چه کاری از دست ما برمیاد؟ مثلا یه پیشنهادی که ما به تلویزیون من و تو میکردیم بود که آبان ما بذاریم و هر کی مثل این که نتفلیکس داریم میگیریم اون تلویزیون هم بگیریم تشویق بشه که مثلا میخوام پا بر جای بشه. شما چه پیشنهادی دارید؟ چه کاری از دست ما برمیاد که شما ما رو ساپورت کنید؟ خب همین که همیشه ساپورت اول، ساپورت مادی در مرحله اول. ببینید من خودم چون نشریه دارم و روزنامه هفتگی دارم و مجله هفتگی دارم و این مجله رو همه جا پخش میکنم در تمام سنترهایی که در لس‌آنجلس هستن، در ایران همه مجانی دارن میخونن، بچه هایی که میدونم در سرقز و شیراز دو نفرشون میدونم که رسماً اینو پرینت هم میکنن، ولی همیشه گفتم مجله در اختیارتون میذارم اینا. و من اگر فرزن من همسرم اینجا هستم سعید، اگر کمکم نکنه من نمیتونم این رسانه رو ادامه بدم. من وقتی که یک نفر به من زنگ میزنه که من توانایی مادی ندارم، من مجانی میدم. من اگه کسی بگه پول ندارم غیر ممکنه ازش پول بگیرم. مثلا اول مسئله مادیه و همون اشاره که شما کردید، من خودم در تلویزیون پارس هستم و در تلویزیون ایران فند.
به مدیریت ایران فردا به مدیریت آقای نوریزاده، دکتر نوریزاده، و تلویزیون فارس به مدیریت آقای امیر شجره. آقای شجره در اولین تلویزیون ساتلایت با شرایط بسیار سختی، فقط صدای مردم هم هست، از اون هم نجناح گیری میکنه، نه اینکه به شما تلویزیونش رو ببینید میفهمید. خب این مسئله پولی داره، هر کسی یک دلار دو دلار بتونه کمک کنه کمک کنه. در مورد من و تو، آخرین صحبتی که من با کیوان عباسی داشتم، من و تو خواهد آمد در یک دوری 3 ماهه و حالت یوتیوبی خواهد داشت و اینکه سابسکرایبر میگیره و اگر سابسکرایبر به اندازه کافی داشته باشه خواهد بود. ببینید هر رسانه که دوست داری، ببینید رسانه، من اعتقاد دارم، من در مجله خودم 2 صفحه در مورد زندانیان صحبت، این سنده، مهم نیست بهاییه، مهم نیست سنیه، مهم نیست مسیحیه، مهم نیست زرتشتیه یا کلیمیه یا مسلمان شیعه، یا اینکه جمهوری خواهه یا مشروطه خواهه یا فداییه یا کمونیست، فرق نمی کنه. من اگر بر این باور هستم که زندانی سیاسی نباید در مملکت من باشه، پس باید همه رو در نظر بگیرم، همه رو تو صفم بذارم، عکسش رو میزنم که سندی باشه، شما حتی اگر نخواهی خونی باز میکنی میبینی این شخص تو زندانه. امروز زنان ما و یک حرکتی رو راه انداختن روزهای سه‌شنبه، نه به اعدام، این از زندان اوین از بند زنان شروع شد. الان بیش از 21 زندان هر سه‌شنبه دست به اعتراض میزنن، میان تو محوطه زندان میگن نه به اعدام. آخرینشون وکیل آباد بشر، دوستان و یاران عزیز من، بچه که ترجمه آدم به بسیار بزرگ هستن و این هیچ آدم افره هستن که بسیار ارادت بهشون دارم و متاسفان در شرایط خیلی بدی هستن. یا از اصفهان آقای تبرزدی رو که من بارها ازش صحبت کردم و فرمیجون کتابش رو از من خریدن و من فقط کتابش رو خودم چاپ کردم با هزینه خودم که فقط بتونیم پول وکیل براش بگیریم. شرایط ایران خیلی شرایط سخته. تبرزدی جزو به جنبش دانشجوی 1978 امسال، یعنی در واقع 40 سال حکم داره، 40 سال حکم داره، 66 سال تازه تمام سعی که البته بازم نتونستیم هم پول درست نتونستیم بیرم کنیم که بتونیم از اصفهان بیاریمش اپی که یه خورده لایت نمیشه. اینه که مسئول باشیم. شما به رسانه علاوه مادی نمیگم هزاران هزار دلار، هر رسانه رو بتونید یه مقداری کمک بکنید، بتونید صدای مردم باشه. قشن روزنامه نگار، من پدرم آقای عباس فهلت با من همیشه میگه یه خدایی اینقدر همینقدر همینقدر میتونم در بیارم، همیشه به مادرم همیشه همینه میگم و خیلی مسئول بود به این قلمش. او به من یاد داد این قلم خیلی شرافت میخواد، باید مواظب این قلمی باشی، هر چیزی رو ننویسی. پس شما هر کسی رو حمایت نکنی، با دیدگاه بازتر با تعصب نداشته باشی. از من دیشب هم در منظر آقای دکتر امامی عزیز با لطفی که داشتن این صحبت کردم، گفتم از منمات رو گذر کنی، اگه از منم گذر بکنی ما همه با هم خیلی کار رو بتونیم ببرم. رسانه مال شماست، شما بتونید در کنار رسانه باشید، چه رادیویی چه تلویزیونی چه نمیشه. دوستان دستی بالا ندیدم، کسی خوش بودم بگم این سوال نیست، این سوال نیست با تو دوردن بحث آزادی من نیست بفهم به خوش بگم این به سوزی شویده این برای سوال نیست خیلی از سوال هم اینه که چطور میتونیم این هم بستگی رو ببخشید جان ماکروفون رو جاگه سوال جان رو این هم بستگی رو من در مورد هم بستگی شما صحبت کردیم، میگم چطور میتونیم بستگی رو به منطقه برداریم نه طوری که در یک سال گذشته
من اعتقاد دارم که ببینید همبستگی رو من این معنایی میکنم این نیستش که حتما ما باید به گروه ها با هم یکی بشیم، اصلا قرار نیست که گروه ها با هم یکی بشن. این که بیاد مثلا فرض بگیرید حزب مشروطه این همه سال بوده بیاد منحل کنی بره به گروه همبستگی ملی مثلا بگیره، دو تا مثال بودم چون اسمم در حضور ذهن اسمی ندارم. نه، هر کسی کار خودش رو بکنه در یک مقطعی از زمانی که ما همگی به آزادی ایران و به یک رفراندوم اعتقاد داریم و اون رفراندومی که به رأی مردم باشه، مردم تعیین کننده آزادی یعنی حکومت آینده ایران هم. این تا به اینجاش برای آیندهش، برای اینجاش هم ببینید باید با هم بشینیم اون چیزی که اعتقاد داریم بذاریم با خودمون باشه، فقط نگاهمون به آینده ایران باشه. به این که الان من در لس آنجلس یک گروه های تشکیل شدن که بسیار جالبه، این گروه ها که من یه دفعه دعوت شدم، اینها اومدن از متخصصین استفاده کردن. یعنی چیکار کردن؟ اومد که فرضاً شما اگر دکتر روانشناس هستید بگیم آقا ما در قسمت روانشناسی الان باید چیکار کنیم، اگر در قسمت آب هستن اینا چند گروه تشکیل دادن و به نظر من خیلی هم دارن خوب کار میکنن، یعنی برنامه ریزی رو دارن میکنن. اگر قسمت آب، قسمت برق، قسمت همه قسمت ها رو، فقط مسئله سیاسی ایران نیست، ما ایران ما خیلی مشکلات دیگه داره که باید حل بشه. این نظر من در مورد این گروهی که خیلی خوب داره کار میکنه و داره میره جلو. ولی اینکه چجوری دوباره این رو بیاد در کنار هم قرار بگیریم، خب شما الان این کاری کردید امروز، من میدونم این اولین کاریه که میتونه با گروه های متفاوت بغل هم بشینن. ما در لس آنجلس برنامه هایی که داریم مثلا میگیریم میام با هم میشینیم. یه آقای اومده بود که مثلا فرزن اومد به من میپرید، من یه البته من بهش گفتم هیچ کی حق نداره بهش تظاهر، چون من مسئولی که تظاهرات هم بودم فقط مجاهد بودم، یه شعار فوش داده بود تو من نمیز شما حق کسی نداره به اجازه بده کسی چیزی بگید. ببینید نذارید که من خودم خانوادم دو تا فرزندانش رو دست داده. من پسرم هم 27 سالش بود مجاهد بود، دخترم هم 18 سالش بود مجاهد بود. ما خودمون خانواده دادخواه هستیم، ما خانواده دادخواه خیلی خیلی وقت سال با هم دادخواه هستیم. پس ببینید اینی که بیان از بی احترامی گذر، یعنی اولین کاری که حتی ببینید در مورد از خودم شروع کردم که به بقیه هم اینو بتونم بگم، آقایی که اومده بود فوش نوشته بود با یه بنده دستش بود، نه آقای عزیز شما وایسا بغل من هر کار دوست داری بکن، حتی عکس هم دوست داری دستت بگیر، ولی بی احترامی نکن، توهین نکن. شما وقتی اون هم بستگی از بین میری که توهین توش باشه، شخصیت رو تارگت کن. ما تارگت نمیخوایم شخصیت، اینو از خودمون شروع کنیم، یواش 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 هم نه یک دفعه این جهش پیدا. اگر واقعا اعتقاد به اتحاد داریم، اگر واقعا اعتقاد به آزادی ایران داریم، بعضی دوبونه اینو در نظر داشته باشه. و جمهوری اسلامی که من همیشه و همیشه گفتم تا میاد یک کاری بکنه یک سری چیزی میندازه. ببینید ما در حالا نمیخوام بگم ما خیلی راحت میتونستیم لس آنجلس برنامه نداشته باشیم، ولی باور به اتحاد داریم، پس اومدیم بایستانیم گفتیم ما همه با هم میبادی کنار، از خودمون شروع کنیم که مطمئن هستم که جامعه فرزنو ایرانیان فرزنو این کار شروع کردن و امیدوارم که موفق بشیم. ممنون هستم جان، به نکات بسیار مهم و ارزش اشاره کردید، من به شخص به زیاد استفاده کردم. دوستان سوال بفهم خوشم نمیشه از همینجور بلند بگم آخه لایت داری اگه بلند شب بزنی بر نه بلند اصلا جان متشکر از این کشم واقعا سوالی که من دارم اینه که میدونیم که
اطلاعات اشتباه و گاهی وقتا دروغ زیاد توی روزنامه ها و توی رادیو میشنیم. گاهی وقتا من رادیوها یا تیوی های تلویزیون هایی که خیلی بهشون اعتماد دارم گوش میدم، یه چیزهایی رو میشنوم که میدونم درست نیست و این یه مقدار دلم سرد میکنه. شما چجور وریفای میکنین اینفورمیشن هایی رو که میگیرین و میخواین به مردم بدین که مطمئن باشین صحت دارن؟ ببینید من یه خبر فرزند دارم زندان رو می‌نویسم، از همه جا میرم نگاه می‌کنم. یه کسی که برنامه من رو نگاه می‌کنه می‌بینه که من واقعا دارم از با حرفام ثابت کردم. اگر کسی میاد یه خبرهای دروغی رو میده پس مسئول نیست و نا اطلاعه. ببینید من اتفاقا تو مطلبم یه نکته رو بهش اشاره کرد، هم از که دکمه دکمه کامپیوتر رو بزنید که اینو خبر رو بفرستی ثبت کنید، مطمئن بشید، توی صافی رد کنید. ببینید روزنامه نگاری مسئول کیه؟ روزنامه نگار مجموعی از همه اینا هستش دیگه. ببینید کدوم یکی در واقع درسته؟ اونی که شما میدونید با اون دیدگاه خودتون میتونید درسته بهش ساپورتش کنید. شما ببینید فرض بگیرید من درست میگم، ایشون فکر میکنه یکی دیگه درست میگه، پس اونی که شما میدونید و مطمئن هستید بدون تعصب مطمئن هستید که درست میگه ساپورتش کنید. روزنامه نگارا خیلی زیادن، خیلی برنامه ها فقط و فراغون. شما الان من خودم 20 خورده از تلویزیون آزادی شروع کردم، از قبلش هم شروع کردم. من کلا در بکران هایی بخوام در نظر بگیرم براتون توضیح کوتاهی بدم، من فرانسه رفتم، فرانسه درس خوندم، مدرکم گرفتم، با درفش کابیانی شروع به کار کردم، با سازمان های حقوق بشری در فرانسه کار کردم، سازمان های زنان مغربی من بسیار فعالیت کردم. در مورد سنگسار ما چندین بار من در سرما سخنرانی در مورد سنگسار زن ایرانی کردم، عکسش رو نشون دادم. ببینید خب ما این همه فعالیت کردیم، یکی یه دفعه میاد میزنه آقا میره جلو، یه دفعه میاد اصلا شما رو دیسکردیت میکنه 100%، شما میگیم بب بب بب. خب اینجاست که من میگم مسئول باید باشیم. شما ببینید کی داره چی میگه آقا؟ یکی که امروز به فرمد اومد، یعنی اومده همین الان هم میخواد خط اول جبهه باشه مبارزه بکنه، بعدم امروز به فردا تموم میشه. شما ما پدرمون رو پارسال در خم فیزش در لس آنجلس در بود، چه مادی چه جسمی، همه بدن ما در حقیق و سخونه ما درد گرفته. این آقا دکتر باید ما رو معالجه کنه البته، ولی به طور کل خیلی ما زحمت کشیدیم. اومدم گفتن آقا اینا شاهی هم ما به همه اجازه دادیم صحبت کنم. شما باور کنید آخه ببینید البته من میدونم اینه جمهوری اسلامی، من که میتونم، ما یک کلمه بالای سر یک کلمه نگفتیم. به حدی من دارم بهتون میگم که بانو و یاسمین پهلوی که در تظاهرات ما یکی وجود داشت، آقا پایین ما واسده بود، من گفتم زن زندگی آزادی، گفت جاوید چار. بعد آخر سر که من نمیگفتم گفت خائن. یاسمین بیان میگه آقا ببین چی داره میگه، زن زندگی آزادی، ساکه. خب من اینو از کی ببینم؟ من اینو مأمور جمهوری اسلامی ببینم؟ چرا میخواد بین ما تفرقه بندازه؟ بعد منو بانو یاسمین از من باعث شده که عکس گرفتن، گفت بیا خواهیم بیا با هم عکس بگیریم. ببینید ما باید بدونیم، ما باید مواظب باشیم، نذاریم که اونی که اون پایین باید شده، منی که استیج دستم بود یک کلمه، من از بذاری من بیتونم روک و گوشکنده بگیم، من از خدا بودم بالا بگم رضا شاه مورد شد از خدا، ولی خود جادم امضا کردم، به مردم گفتم، مردم به من اطمینان کردن که من از مسائل خودم شخصی استفاده نکنم. این رو با من رأیم به یه رأی، اینو همیشه گفتم با آراد تلویزیون هم دارم، ولی به رأی بقیه باید احترام بذارم، باید با در کنار هم باشم.
من از یه خانه بودم که مجاهد بوده، کمونیست بوده، فدایی بوده، همه بودم. از یه خانه بودم که پدرم هم ممنوع قلم بوده دو دفعه صدقه. ولی یاد گرفتم، یاد گرفتم به عقاید هم دیگه احترام بذاریم، توهین نکنیم، گوش بدیم توهین نکنیم. برای همینه که بدونیم به کی و به چی گوش میدیم و بدونید که بازم من تاکید میکنم جمهوری اسلامی رو دست کم نگیرید. احسن. خب اولا اینکه تشکر میکنم از اصل عزیز، از همه مهمتر که دعوت ما رو قبول کردن و با در همه درگیری هایی که داشت از لس آنجلس رو به فرستاده شد، فردا هم برنامه داره با اینا. و به نکات خیلی مثبت و خوبی اشاره کردید، واقعا یه مقدار دید خود من نسبت به شما خیلی تغییر کرد. شما در ارتباط با همگرایی یا اتحاد صحبت کردیم، اتفاق زنان دبیر فرزنو با هم جمع شدن و یک گروه، نه گروه، یک چیزی مثل گروه زن زندگی آزادی یا همگرایی درست کردن و واقعا خیلی زحمت کشیدن که بتونن که تمام گروه ها رو دور هم جمع کنن، با هم بیارن و بتونیم که برنامه های همدیگر رو نه تنها ازش حمایت کنیم، بلکه بتونیم یک سری برنامه های هم با هم بذاریم. همونطوری که شما اشاره کردید، هر گروهی واسه خودش برنامه خودش رو داره، کار خودش رو داره، ولی چه اشکال داره که اگر ما یه برنامه داریم واسه خودمون، همه شما ها، تمام گروه ها نیان، شرکت نکنن، ساپورت نکنن. این ها همه خیلی مسئله مهمیه و واقعا یه دستی برای فرزنوی ها بزنید.